با نام و یاد خداوند مهربان آغاز می کنیم فارسی بخوانیم سال پنجم دبستان رو. خب، اولین ستایش است. شعریست بسیار زیبا از کتاب مخزن الاسرار نظامی گنجوی. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخش ای کریم. چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم. جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت. یار شو ای مونس غم خارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. یک توضیح کوتاهی بدم. میگه ای خدایی که همه هستی از تو پدید اومده، ای خدایی که به این خاک ضعیف و بی‌ارزش تو ارزش و توانایی دادی، که اشاره است به خلقت انسان، که انسان از گلی بیارزش بوده و پروردگار با دمیدن روح الهی بر انسان به او ارزش داده. تمام امیدها و ترسهای ما به تو وابسته است، همه برای اینه که به تو برسیم. ای خدای مهربان، تو به ما ببخش و به ما رحمت کن. ای بخشنده، تو کمک ما باش که ما جز تو یاوری نداریم. اگر تو ما رو از در خودت برانی، ما به کجا روی بیاوریم؟ دری جز در تو نیست. ما به جز در تو و درگاه تو هیچ قبله ای نداریم و رو به هیچ کس نمی کنیم. اگر تو ما را تحویل نگیری و نوازش نکنی، چه کسی ما را تحویل خواهد گرفت؟ چه کسی به ما اهمیت خواهد داد؟ تو یار و همراه ما باش، ای مونس و همراه ستم دیدگان. تو چاره کار ما باش، تو مشکل ما رو برطرف بکن، ای چاره ساز بیچارگان. شعری بسیار زیبا از نظامی گنجوی. درس اول، تماشاخانه. جهانی که در آن زندگی می کنیم سرشار از شگفتی هاست، پدیده های لطیف، زیبا و عجیب پیش روی ما هستند که به سادگی از کنارشان می گذریم. در حالی که اگر اندکی درنگ کنیم، می بینیم که هر کدام از این پدیده ها تماشاگهی برای دیدن زیبایی های آفرینش و ایستگاه‌هایی برای اندیشیدن هستند. تماشاخانه جاییست که در آن چیزی رو نمایش میدن. برای نمونه، سینما جایی که درش فیلمی رو نمایش میدن. میگه این جهان ما پر است از چیزهای عجیبی که درش نمایش داده شده، که ما از کنارش به سادگی عبور میکنیم. و اگر کمی صبر کنیم و بیستیم و فکر بکنیم، میبینیم که جهان در واقع ایستگاهیست برای اندیشیدن. اگر میخواهیم عالم را بهتر بشناسیم، یک راه ساده آن است که پدیده ها را خوب تماشا کنیم، درباره آفرینش هر یک بیاندیشیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. مثلا کوههای سر به فلک کشیده را نگاهی هم به عکسای زیباش بکنیم. مثلا کوههای سر به فلک کشیده را با دره های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را با خرمگس، بهار را با زمستان و چیزهای دیگر. مطالعه در طبیعت و تأمل درباره چیزهایی که هر روز می‌بینیم و از کنارشان می‌گذریم، تأمل به معنای اندیشه کردن، درنگ کردن، ایستادن، راه مناسبی برای شناخت آنهاست. پرسش از هر چیز و جستجو برای یافتن پاسخ کاری است که همه دانشمندان
و عالمان انجام می دهند. من و شما هم باید این ویژگی را در خود پرورش دهیم. ما برخی از رفتارها، کردارها و کارهای خودمان را از روی عادت انجام می دهیم. به همین دلیل هم از خود نمی پرسیم چرا این گونه است؟ چرا باید این کارها را بکنیم؟ و بسیار پرسش های دیگر. مفهوم اینه که گاهی ما اسیر عادات میشیم و به اهمیت اتفاقاتی که دور برمون میفته پی نمیبریم. همین آب گوارایی که زندگی ما به آن وابسته است بهترین موضوع برای فکر کردن و یکی از شگفتی هاست. منظور از آب گوارا یعنی آبی که مطبوع دلچسبه. آب چیست؟ چگونه به وجود آمده است؟ اگر روزی آب در روی زمین نباشد، آیا انسان می تواند آن را پدید آورد؟ به هر حال، عالم تماشاخانه شگفتی های آفرینش است. یعنی به هر طرف که نگاه می کنیم، آفریده های زیبای خداوند را می بینیم. این جهان دفتری است که خدای مهربان به پاکی و زیبایی در آن نگاشته و می نگارد. چقدر زیباست این جمله. نگاشته یعنی می نوشت و باز هم می نویسد. یعنی جهان و دنیا و آفرینش در جریانه، در ادامه است. یکی دیگر از این آفریده های زیبا و لطیف گیاهان و سبزه ها هستند. علف های سبز را دیده اید؟ خیلی نرم و شکننده هستند. در سرمایه سخت یا گرمای زیاد پژمرده می شوند. ولی گاهی می بینیم همین علف های نازک و لطیف از میان سنگلاخ سر در می آورند یا کف زمین سخت و محکم را می شکافند و بیرون می آیند. شما اگر نگاه کرده باشید گاهی اینها به قدری شکننده هستند، به قدری ظریفن این گیاهان که کوچکترین حرکت اونها رو ممکنه بشکنه. اما همینها میتونن اون سنگهای سخت رو، اون زمینهایی که پوشیده شده از سنگهای سخت هستن رو بشکافند و از اون خارج بشن. در نوشته زیر یکی از نویسندگان زیبایی های آفرینش خدای مهربان را اینگونه توصیف میکند، یعنی اینجوری بیان میکنه، وصف میکنه. هیس، گوش بده به آفریده های ساکت خدا، گوش بده به پروانه ای با بال های مخملی، به قطره های باران که حلقه های ساکت روی آب را می سازند، گوش کن. ببینید بال های مخملی این تشبیهه که آورده بال های پروانه ها رو به مخمل تشبیه کرده. این تشبیه در ادبیات زیاد دیده میشه. آیا می توانی صدای حشره هایی را که در زیر زمین می جنبند بشنوی؟ صدای ماهی های تالاب را چطور؟ تالاب آبی هست که دورورش بسته است. رودخانه جاریه ولی تالاب آبی است که جای جمع شده، مثل برکه. آن بالا را نگاه کن. آسمان آبی آبی است و یک تکه ابر ساکت در آن شنا می کند. این پایین را ببین، علف ها و برگ ها در نسیم فقط تکان می خورند. نگاه کن و به صداهای کوتاه و بلند گوش بده تا آفریده های ساکت خدا را بشناسی. بادها سفر می کنند، علف ها رشد می کنند، عنکبوت ها بین زمین و آسمان تار می تنند. این که عنکبوت تار درست می کنه به این کار تنیدن تار می گن. آیا تو صدای تاریک شب را می شنوی؟ صدای روشنایی روز را چطور؟ صدای شبنم صبحگاهی را هنگامی که سرزده به خانه برگ وارد می شود؟ به هر طرف نگاه کن و گوش بده. آفریده های ساکت خدا همیشه آنجا هستند. آیا تو آنها را میبینی و صدایشان را میشنوی؟ آفریده های ساکت خدا از نانسی سویتلند،
ترجمه حسین سیدی با اندکی کاهش و تغییر. درست و نادرست، دیدن شگفتی های عالم و تأمل درباره آنها راه مناسبی برای شناخت است. درست است. سبزه ها و علف ها به اندازه نرم و شکننده هستند که نمی توانند از میان سنگلاخ سر در بیاورند. نادرست. تاریکی شب، روشنایی روز و شبنم صبحگاهی همه از آفریده های ساکت خدا هستند. درست. درک مطلب. چه راههایی برای شناخت بهترین عالم وجود دارد؟ توی درس اومده بود ما باید به طبیعت با دقت نگاه کنیم، در موردش فکر کنیم، تأمل بکنیم و از عادت در بیاییم، جستجوگری کنیم، پرسش ها رو پاسخ بدیم و اونها رو با هم دیگر، یعنی این پدیده ها رو با هم مقایسه کنیم. علف سبز و لطیفی را که در میان سنگلاخ روییده است با چشمه روانی که از دل کوه می جوشد مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آنها را بگویید. باز این تشبیه با خودتون هست، از متن درس هم میتونید استفاده کنید. میگیم که خب هر دوتاشون از دل سنگ های سفت و سخت بیرون میان، منتها چشمه ها جاری هستند و حرکت میکنند، اما علف ها سر جای خودشون ایستادند، باقی هستند. حالا باز میتونید تشبیه های بهتری هم انجام بدید. منظور از آفریده های خدا چیست؟ آفریده هایی که در دنیا وجود دارند اما از خودشون صدایی ندارند، منتها ما رو متوجه خودشون میکنند، مثل عنکبوتی که تار میتنه، مانند شبنمی که روی برگی نشسته، مثل طلوع، مثل غروب، مثل بال مخملی پروانه و هزاران مورد دیگر. چرا عنوان تماشاخانه برای این درس انتخاب شده است؟ شما چه عنوانی را برای این درس پیشنهاد می‌کنید؟ میگیم که خب تماشاخانه جاییه که ما چیز رو که به نمایش می‌گذارن می‌بینیم و مردم به اونجا میرن. شما اگر نگاه کنید این دنیا تماشاخانه‌ای از آفریده‌های پروردگاره و تمام زیبایی‌ها رو خداوند آفریده و ما اگر با چشم حقیقت بین به دنیا نگاه کنیم میتونیم که این زیبایی ها رو درک کنیم و به عظمت خدا پی ببریم. حالا انتخاب نام با خودتون که شما چه نامی را میپسندید.